اواخر پاییز یا اوایل زمستان سال 67 این اعدام‌ها ادامه داشت و به این دلیل اعداد و ارقام برای من به صورت تقریبی میگم، چون هنوز که هنوز است از آمار کسانی که در اون سال و سالهای قبل از اون اعدام شدن اطلاعی در دست نیست. اون 105 نفری که میگم شاید بودن برای اعدام شدن، ما اونجا بودیم و دیدم که ما حدودا 116 نفر بودیم که منتظر اعدام بودیم. از اون 116 نفر فقط 11 نفرش که یکیش من بودم زنده بودم و بعد از چند ماه به بند عمومی زندان عادل‌آباد منتقل شدم، ولی بقیه کسانی که اونجا بودن اعدام شد و بقیه اعدام شدن و کسی هم که به یک اعدام نمایشی برده شده بود از اون 11 نفر، اون یک نفره که یک نفر از اون در واقع 106 نفر رو بردن برای اعدام یه دروبر جمعا و یک نفر برگشت به نام جعفر ذوالقعد که این برای اعدام نمایشی برده بودنش، ولی چون که از بستگانش از سران سپاه شیراز بود به خاطر این یک فرصت بهش دادن که اعدام نشه و اون اومد و گفت که اینها کجا اعدام شدن و حتی اسامی کسانی که تیر خلاص میزد برای اونا گفت که فرمانده سردار ذوالقعد که بعدا نماینده مجلس شد از گروهی بود که هنوز هم هستش و پلیتیکر هست تو ایران، ایشون تیم و برهان ایشون مسئول تیروا بود. و مرحله دوم سال 67 من وقتی که وارد انفرادی های زندان بازداشتگاه سپاه شیراز شدم، خیلی از سلول ها پر بودن و میشنیدم که کسی داخل اون زندان ها تو اون سلول ها هستن، چون من مدت دو سال از این مدت زندانی رو در انفرادی ها گذروندم و 8 ماهشو به صورت پشت سر هم بودم و بقیش هم به صورت موقت در انفرادی گذروندم. از جمله سال 67 وقتی که من برای ملاقات بعد از قتل ها، وقتی برای ملاقات یا برای حمام رفتن دستشویی از جلو سلولا رد می شدم، متوجه می شدم که سلولا همه خالی هست. Tell us how others have described this to you. You haven't seen it directly, but it's very serious, you know, and I think we need to have the best information possible. همینجور که شاید از دوستانی دیگه شنیده باشید، معمولا زندانی در زندان با چشم بند رفت آمد میکنه در فاصله بین بازجویی و سلول و یا حمام دستشویی و امکان دیدن بسیار کم، چشم کار نمیکنه، فقط گوش و حس دیداری کار میکنه. اینکه فرصتی بشه که بایدم کسی چشم بندش رو بالا بزنه و ببینه تقریبا 1% یا 2% امکانش نیست. ابزار اعدام و شرایط تجهیزات مهیا کردن به شرایط اعدام رو من اونی که دیدم و شنیدم گفتم، ولی از کسانی دیگری که دیدن که کسی که دیده بود یک سلول عمومی رو که تبدیل به اتاق دار کرده بودن و تناب‌های داری رو که از سخت آویزون بود دیده بود و اون برای من گفتش که این زمانی که اون هنوز زنده بوده، همسلولی‌هاش زنده بودن و مثلا تو اون سلول هنوز یه کسانی که باش همسلولی زنده بودن و اعدام نشده بودن داشتن شنیده بودن و داشتن اون تیرها و اون شرایط رو برای دار زدن آماده می‌کردن. Thank you. Any other?